نبي من أنبياء الله مثل في العزم والتسليم موسى ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم الزينة وعصاته وليه في الأولين سيرة ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم الزينة وعصاته معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان آيات معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان نبي من أنبياء الله مثل العزم والتسليم موسى. به نام الله بخشنده مهربان. بار الها درود فرست بر محمد، به تعداد مخلوقاتت از جن و انس و شیاطین و هر آنچه تو خالقش هستی تا روز قیامت و در هر روز هزار مرتبه. خاطرات موسی در تمام زندگیش از روز تولد تا لحظه وفات نیاز به یادآوری دارد. در اولین روزهای تولد مادر برای نجات جانش از دست سربازان فرعون با الهامی از جانب الله متعال او را به آب انداخت و بعد از آن موسی به قصر فرعون رسید. کاهنین فرعون را از وجود کودکی در داخل صندوق آگاه کردند. الله مهر موسی را به دل بانو آسیه همسر فرعون افکند و او به فرعون گفت او را نکش، شاید او نفعی به ما برساند یا او را به فرزندی بپذیریم، و به او التماس کرد تا اینکه فرعون دست برداشت و اجازه داد در قصر به همراه او زندگی کند و بزرگ شود. و الله تمام دایه های شیرده را بر او حرام کرد تا اینکه به آغوش مادرش باز گردد و چشم مادرش روشن گردد و محزون نباشد و بداند که وعده الله حق است. موسی علیه السلام بزرگ شد در حالی که در قصر فرعون پرورش می‌یافت، اما ایمانی که در قلبش بود باعث شد دوستدار عدل باشد و از آنچه فرعون بر سر بردگان بنی اسرائیل می آورد ناراحت بود. او جانب فقرا را می گرفت و دائما از آنها دفاع می نمود.
و در یکی از این موارد موسی علیه السلام که از یک برده دفاع می کرد یک مصری را مشتی زد و آن مصری مرد. این خبر پخش شد و فرعون فهمید که چه کسی آن مصری را به قتل رسانده است و امر کرد تا موسی علیه السلام را به حضور او ببرند. مردی از درباریان فرعون شتابان نزد موسی علیه السلام رفت و گفت بگریز که فرعون و سربازانش قصد کشتن تو را دارند. موسی علیه السلام از مصر گریخت و به مدین که خارج از قلمرو فرعون بود رفت. او وارد مدین شد و دو دختر شعیب علیه السلام را دید. یکی از آن دخترها نزد موسی علیه السلام رفت و او را به دیدار پدرش دعوت کرد. موسی علیه السلام با یکی از آن دو دختر ازدواج کرد و مدت 10 سال در مدین زندگی نمود. و بعد از آن موسی علیه السلام آن 10 سال را سپری نمود. به همراه خانوادش به مصر بازگشت و در راه بازگشت به مصر الله متعال با او سخن گفت و رسالتش را به او نازل نمود و امر کرد که نزد فرعون برود. موسی و هارون علیهم السلام نزد فرعون و اطرافیانش رفتند و او را از وحی الهی مطلع ساختند و فرعون معجزه عصا و دست موسی را به چشم دید. در این میان قارون پیدا شد و دیدیم که چگونه به ثروت و طلای خود میبالید و الله متعال قارون را در برابر چشم مردم به زمین فرو برد. الله معجزات را یکی پس از دیگری به فرعون نشان می داد. ملخ هایی که محصولات کشاورزی را خوردند و قحطی پدید آمد. سپس شپش ها و بعد از آن قورباغه ها و آن خون و آتش فرعون و قومش و سپس نابودی اموالشان. و موسی علیه السلام بنی اسرائیل را گرد هم آورد و با آنها گفت که الله به او وحی نموده که با آنها از مصر خارج شود. و فرعون از تصمیم موسی با خبر شد و امر نمود تا سپاهیانش جمع شوند و با آنها دستور داد تا بردگان را تعقیب کنند و خودش نیز پیشاپیش سپاه حرکت می کرد. بانو آسیه بسیار به او التماس نمود که همانجا بماند و از شهر خارج نشود، اما او به مامورینش امر کرد که بانو آسیه را بر ستونی بیاویزند، زیرا آسیه به او کفر ورزیده بود و به خدای موسی ایمان آورده بود و آن معجزه بزرگ اتفاق افتاد. الله به موسی علیه السلام امر کرد تا با عصایش به دریا ضربه زند. آنگاه دریا به دو نیمه عظیم تقسیم گشت و بنی اسرائیل به سلامت از آن گذشتند. و الله به موسی علیه السلام امر کرد که دریا را به حال خود رها کند تا فرعون و سربازانش را غرق کند. قوم موسی علیه السلام شروع به سرپیچی و نافرمانی از امر ایشان نمودند و بعد از آن که الله متعال آنان را از سلطه فرعون نجات داد، از موسی علیه السلام خواستند تا خدایی برایشان بسازد. موسی علیه السلام از آنچه از آنان شنیده بود حیرت کرد و به یادشان آورد که الله آنان را نجات داده است. اما آنان همچنان به همه چیز شک می کردند. موسی به دیدار الله رفت و هارون را گذاشت و از او خواست تا جانشین او در میان بنی اسرائیل باشد، اما قومش او را کم شمردند و به او توهین کردند. و در این میان سامری وارد شد و بندگان را متقاعد کرد که طلاهایشان را جمع کنند تا او برایشان خدایی بسازد.
همان خدایی که دیدنش را از موسی طلب می کردند. موسی علیه السلام خشمگین و غضبناک به سوی قومش بازگشت و برادرش را ملامت نمود و او را از موی سر و ریشش گرفت و کشید. مؤمنین از هارون دفاع کردند. آنگاه موسی علیه السلام سامری را سرزنش نمود و به تبعید او حکم کرد. موسی علیه السلام آن گوساله طلا را نابود کرد و به بنی اسرائیل امر نمود به سزای کاری که مرتکب شدند خود را به قتل برسانند. پردگان به موسی علیه السلام متوسل شدند که از الله بخواهد تا آنان را عفو کند. وقتی غضب موسی علیه السلام فروکش کرد، الواح را برداشت و به بنی اسرائیل گفت که چه تعالیمی در آنها نگاشته شده است. اما بردگان همچنان از موسی علیه السلام می‌خواستند برای هر کدام از آنها نسخه‌ای از آن الواح درست کند. الله متعال کوه را بلند کرد و بالای سرشان آورد، گویی سایبانی بالای سر آنهاست، و آنها برای الله به سجده افتادند و مضامین الواح را پذیرفتند. و الله به موسی علیه السلام امر کرد تا 70 مرد را برگزیند تا شاهد وقایع باشند و به هیچ چیز شک نکنند. آن 70 مرد صدای الله را شنیدند اما باور نکردند و از موسی علیه السلام خواستند که الله را ببینند. پس صاعقه‌ای بر آنان فرود آمد و موسی علیه السلام از الله خواست تا آنان را عفو کند و بار دیگر به زندگی بازگرداند تا برای مردم قوم خود شهادت دهند. اینها قوم بنی اسرائیل بودند. آنها بار دیگر نزد قوم خود بازگشتند تا به آنها خبر دهند که چه رخ داده است، اما تنها عده‌ای اندکی سخنان آنان را باور کردند. الله متعال امر رفتن به بیت المقدس را صادر نمود تا بروند و آن را فتح کنند و با ساکنینش بجنگند و وارد آنجا شوند. اما آنان نپذیرفتند و موسی علیه السلام را مسخره کردند و گفتند تو و خدایت بروید و بجنگید، ما همینجا میمانیم. سپس الله متعال بر علیه آنان حکم نمود که 40 سال سرگردان باشند و 40 سال در زمین سرگردان شدند. در طول مدت این سرگردانی الله متعال معجزاتی برای آنان فرستاد، ابرهایی که در برابر خورشید از آنان محافظت می کردن و برای آنان گزنگبین و بلدرچین نازل نمود. اما بردگان همچنان تغییر نمی کردن و برده بودند. آنها از گزنگبین و بلدرچین خسته شدند و از موسی علیه السلام عدس و پیاز خواستند. موسی علیه السلام با آنان گفت اگر آن چیزها را می‌خواهند باید وارد شهری شوند. از موسی علیه السلام خواستند برای هر طایفه‌ای یک چشمه آب ایجاد کند. الله به موسی علیه السلام امر نمود که با عصایش بر سنگی بزند. آنگاه 12 چشمه از آن جاری شد. روزی موسی علیه السلام خطابه‌ای برای بنی اسرائیل نمود و یکی از بندگان به او گفت آیا او عالم‌ترین انسان روی زمین است؟ و موسی علیه السلام پاسخ داد آری، بدون آنکه علم خود را به الله متعال نسبت دهد. الله موسی علیه السلام را مورد خطاب قرار داد و فرمود من در محل پیوستن دو دریا بنده‌ای دارم که از تو عالم تر است. و سپس موسی علیه السلام به همراه جوانی به نام یوشع ابن نون علیه السلام راهی سفر شد تا این بنده را ملاقات کند و معجزه‌ای اتفاق افتاد و ماهی مرده‌ای دوباره زنده شد و آن علامتی بود که مکان خضر علیه السلام را نشان می‌داد. موسی خضر علیه السلام را ملاقات نمود و از او خواست که در سفر همراهش باشد، اما خضر علیه السلام به او گفت تو نمی‌توانی هم پای من صبر کنی. سفر آغاز شد و آنها سواری کشتی شدند. هنگامی که خضر علیه السلام کشتی را خراب کرد، موسی علیه السلام به او گفت
آیا کشتی رو سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ خضر علیه السلام گفت: آیا نگفتم که تو هرگز نمیتوانی هم پای من صبر کنی؟ و موسی به سفر با خضر ادامه داد. خضر علیه السلام پسرکی را دید و او را به قتل رساند. موسی علیه السلام به او گفت: آیا شخص بیگناهی را کشتی؟ خضر علیه السلام به او گفت: آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی هم پای من صبر کنی؟ و در این لحظه موسی علیه السلام خود حکم کرد که اگر از این پس سوالی پرسید، خضر علیه السلام دیگر با او همراهی نکند. موسی و خضر علیه السلام به مسیر خود ادامه دادند تا اینکه خضر علیه السلام به دیواری در روستایی رسید که اهالی بخیل آن هیچ آبی به آن دو ندادند. خضر علیه السلام دیوار آنجا را بازسازی کرد و موسی علیه السلام به او گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی مزدی بابت آن بگیری. خضر علیه السلام به او گفت: این بار دیگر وقت جدایی میان من و توست. و خضر علیه السلام علت کارهایی که کرده بود را برای او شرح داد. موسی علیه السلام به سوی قومش بازگشت و به راستی که چیزهای زیادی از خضر آموخته بود، آنگاه هارون علیه السلام درگذشت. و سرانجام موسی علیه السلام پس از آنکه رسالت پروردگارش را به بنی اسرائیل ابلاغ نمود، از دنیا رفت و این چنین داستان یکی از پیامبران اولوالعزم به پایان رسید. پیامبر موسی کلیم الله علیه السلام. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، قول قول النبي الكل ده كان ضال، لكن إرادة ربنا سبقت، قول قول النبي الكل ده كان ضال، لكن إرادة ربنا سلام. وحكمة الخلق عند الخلق لو ثبت كان كله آمن بحكمة ربنا. Seven.